قطعنامه پارلمان اروپا از رژیم خواست درباره مسمومیت دختران ورود هیئت حقیقتیاب رو بپذیره. حالا نتیجه چی میشه و آیا چیزی روشن میشه؟ در این رابطه همراه میشیم با آقای رضا پشراک، جامعه‌شناس و پژوهشگر از انگلستان. سلام میکنم به شما آقای پشراک، خیلی خوش اومدین. سلام عرض میکنم خدمت شما و خسته نباشید میگم و باز هم درود میفرستم، درودهای بیکران به خانواده شهدا، رزمندگان این نبرد پایانی و خانواده هاشون که چشم به راه و در کنار اونها هستند. واقعا همیشه اینها قلب انقلاب ایران و خلق قهرمانمون خواهند بود. در خدمتتون هستم. خواهش می‌کنم آقای پشراک، سوال من از شما اینه که این هیئت حقیقتیاب چی هستش و کارش از کی شروع شده و به نظر شما رژیم تن به خواستای جامعه جهانی میده و چرا؟ بله، خدمت شما میگم که این جریان به اصطلاح فکت فایندینگ یا حقیقتیاب برمیگرده به 1907، اون در رابطه با هیگ، این که بعداً همین جور که موند، اینا حدود بیش از 50 کشور رو اینا ماموریت‌های توش انجام دادند و بعداً هم در سال 1991 این به اصطلاح دیکلریشنش یا اون اعلامیه‌اش یا بیانیه‌اش دیگه رسمی شد و کارش هم در حقیقت نهادی کردن به اصطلاح ارزش‌های بشری است و نهادی کردن توانمندی‌ها و ظرفیت‌های سازمان ملل برای در حقیقت مقابله با بحران‌های به خصوص نظامی و در نقاطی که در حقیقت احتمال بروز و گسترش بحران‌های سنگین وجود داره. یه چیز نکته کوچیک خدمت شما بگم که فکت فایندینگ یا پیدا کردن واقعیت با یه مقدار تعریفش با حقیقت ما قاطی نکنیم که زمینه فلسفی تری داره. این فکت فایندینگ در حقیقت اینها اون میشن ماموریتی که میره طرف سازمان یه ماموریت پراگماتیک داره، یعنی ماموریتی است که عملی است، به دنبال یک کار ایدئولوژیک با یک دیدگاه ایدئولوژیک وارد نمیشه. در هر صورت اینها پراگماتیست هستند، پراگماتیک کار میکنند و برای یک دوره به اصطلاح فرصتی اوکیژنال برای این همچین شرایط اینا ایجاد میشن. یک جریان مثلا یک کمیته فکت فایندینگ یه چیزی نیستش که میشنش چی میگم برای دائمی باشه. در صورت اینا نقش بسیار مهمی دارن که اینا در به دنبال فکت وقتی ما میگیم میرن، اینا در حقیقت ما دو جور داریم، یکی دیتا یا اینفورمیشن و اینفورمیشن تفاوت میکنن. دیتا یا داتا ایز اطلاعاتی است که خامه، یعنی مثلا اعداد و ارقامی است که به ما میده، اما اینفورمیشن زمانی است که در حقیقت نوعی پختگی روی اون آمار و ارقام ایجاد میشه. پس در حقیقت اینا میرن برای اینی که اطلاعاتی رو که دیتیل بشم، یعنی با جزئیات، تکنیک هایی هم دارن، ابزاری هم دارن که اینها از مراجعه به محل هایی که اتفاقاتی افتاده یا نمیدونم اگر لازم باشه در مثلا در زندان ها، مناطق جنگی، جایی که مثلا جنایتی رخ داده، یا مصاحبه کنن یا مردم رو جمع میکنن، یه عده‌ای رو مثلا باشون صحبت میکنن، اسناد رو میرن نگاه میکنن و خیلی اینو به شما بگم بسیار بسیار اینا در کارشون هوشیارن. اینا در حقیقت در اون نقطه‌ای که هستند چشم و بدون هیچ تعصب و در حقیقت زاویه‌ای چشم و گوش دقیق سازمان ملل هستند و این چشم و گوش دقیق زیر نظر به اصطلاح خیلی نزدیک به دبیر کل سازمان ملل و اینی هم که اینها راه دارن به شورای امنیت. این بسیار مهمه. یه نکته دیگه هم باز خدمت شما من بگم، اونم اینه که نقش این مثلا ماموریت‌های واقعیتیاب
اینها نقششون در کمک به به اصطلاح سی سی جی مال این چیز به اصطلاح مال به دادگاه بین المللی مربوط به این رسیدگی به جنایات و اینها به اینها خیلی نزدیک. اینی که اینا کمک میکنن به اونو که اونو اسنادی رو برای تداوم این پیگیری ها و محاکمه ها و امثال هم انجام بدن. تأکید من بر اینا اینه که این بسیار بسیار کارشون مهمه و اینی که اینها روی جریانات اتفاقاتی که افتاده مخصوصا این که پای بچه ها وسطه. ببینید این درست. جمهوری اسلامی آخوندها معذرت میخوام جمهوری آخوندی اینا تا امروز نشون دادن یاغی هن. یعنی هیچ یک از قوانینی رو که برمیگرده به چیزی که اسلام بهش میگن یوسین بلو یعنی قوانینی که در دوران جنگ باید رعایت بشه درست. اینا رعایت نکردن. درست. آقای پیشه اتفاقا سوال دوم منم در همین رابطه است. چون شما در بله شما همینطور که فرمودین اینها بسیار موشکاف و دقیق و حرفه‌ای هستند که اشاره کردین شما اینها چشم و گوش سازمان ملل هستند و حتی گزارش‌هاشون مستقیم میره به شورای امنیت و الان هم در خلال صحبتتون گفتین تا کنون مشخص شده این رژیم یک رژیم یاغی هستش. با توجه به همین اینها آیا رژیم میپذیره و تن به چنین بازرسی و چنین بازدیدی میده؟ ببینید این جواب با تعصب بی تعصب از هر زاویه که بهش نگاه میکنیم منفیه. تجربه جهانی هم بوده خیلی از اوقات این به سلام میشن و ماموریت های حقیقتیاب اینها معمولا زمانی که اون عامل جنایت از میان رفته بوده و به یه نقطه گوشهی رونده شده بوده اینا تونستن خیلی از اوقات کاری بکنن. اینا اجازه نخواهند داد. اینا رد کردن همون ابتدای کارم محکوم کردند و دخالت اعلام کردن. و ببینید اینا مسلمن این جریان اینا سنگ خواهند انداخت. اینها ممانعت خواهند کرد. مقابله به قول معروف فرار به جلو خواهند کرد. اتهام خواهند زد و تن نخواهند داد. اما یه نکته خیلی باز جالبی در رابطه با این میشن از این میشن ها قطع نمیشه. یعنی به دلایل این که اونها رو محرومشون کنن از دسترسی به اطلاعات و امثال هم فعالیت اینها قطع نمیشه و اینها در حقیقت یک نوع کانالی هستند که در خدمت مردم قرار دارند و نیروهای انسانی و مردمی قرار دارند که بتونند این جنایات رو افشا کنن و ادامه بدن. یعنی جمهوری آخوندی از به قول معروف از هیته عمل این ماموریت خارج نخواهد شد و اگر به اون نتیجه‌ای که برسه که در حقیقت اینا نمیخوان برسه بسیار بهای سنگینی براشون خواهد داشت. مخصوصا من اشاره خدمت شما کردم به خاطر این جنایت به اصطلاح خیلی بی سابقه است که در دنیا اتفاق افتاده و فقط برای بیش از هر چیز برای ترساندن جهان و تصویر کردن ظرفیت های این رژیم برای انجام جنایت که اینها دارن انجام میدن. ولی در هر صورت اینا امروز اینا تو این تله افتادن و ولی همکاری اینها نخواهند کرد بلکه به دنبال این خواهند بود که هر چه بیشتر در کنار این جریان مدارک از بین ببرن صحنه ها رو تغییر بدن و امثال هم. و ما در من میخوام به شما از نظر شخصی بگم بعد از پایان این کار حاکمیت که خیلی هم خیلی به نظر نزدیک میاد از طرف همه اینجور به نظر میاد اینی که باید منتظر اون روزگار باشیم تا ابعاد جنایات بی سابقه اینها بیاد بیرون. بله آقای پژواک الان شما در خلال صحبتتون اشاره به این کردین که رژیم طبعا تا حالا هم اثبات کرده نمیپذیره ولی خبر خوب یا آنچه در سخنان شما بود گفتین که این هیئت حتی اگر رژیم اجازه بازدید نده بهش اجازه ورود به ایران نده این کار خودش رو ادامه میده که همین این
خودش یک خبر خوبی هست که به اصطلاح هموطنان ما میتونن به اصطلاح از طریق همین این نهاد گزارش هاشون رو برسونن و جامعه جهانی در جریان این جرم و جنایت ها قرار بگیره. بسیار سپاسگزارم از اینکه در این گفتگو ما رو همراهی کردین. اگر اجازه بدید من یک خبر بهتری هم به شما بدم. خواهش میکنم بفرمایید. اونم اینه که در تمام دنیا این مشکل بوده، امروز این مشکل توی کشور ما نیست. یک نیروی سراسری، در حقیقت یک دولت سایه، یک حاکمیت سایه در میهن ما امروز وجود داره که تمام این اسناد رو، تمام این در حقیقت اون چرا که این میشه این ماموریت واقعیتیاب دنبال میکنه با اینها در میون خواهد گذاشت و اینها رو در حقیقت دستشون رو پر خواهد کرد. و اینکه این نیروی مقاومت نشون داده تا امروز بی‌طرفی شرافتمندانه ای رو داشته در رابطه با این اطلاعاتی که به جهان داده، امروز میخوام به شما بگم این خبر خوشتر اینه که ما این رو در کنار خودمون در قلب میهنمون داریم. براشون آرزوی پیروزی و برای شما هم آرزوی سلامتی و شادی میکنم. آشمانم بسیار سپاسگزارم آقای پچراک از اینکه در این گفتگو و در آخرین روزهای سال با ما همراهی کردین. سپاسگزارم. خواهش میکنم.